سلام عرض میکنم خانم ها و آقایان، فرارسیدن سال نو میلادی به مردم جهان مبارک باشه. آرزو میکنم که 2013 سال صلح و آرامش برای همه دنیا باشد. زمان این ویدیومون یه خورده زیاد هست برای اینکه مدتی با هم دیگه حرف نزدیم، ببخشید اگر طولانی است. چند تا عذرخواهی باید بکنم. یکی این که تعداد پیام های خصوصی که در صفحه فیسبوک به من میرسه بسیار بسیار زیاده، نشان از محبت شماست و قبلا هم با همدیگه راجع به این قضیه صحبت کردیم. واقعا امکان این که من به همه پیام ها بتونم جواب بدم وجود نداره، اما مطمئن باشید که تک تک پیام ها رو میخونم در فواصل مختلف و احیانا اگر میبینید پاسختون با تأخیر ارسال میشه، خدای نکرده دلیل بر توجه نکردن من نباشه، که من دست تک تک شما رو که پیام میفرستید میبوسم. چند مطلب مختلف رو در ویدیوی این نوبت 25 با هم دیگه بحث خواهیم کرد. یکی برکنار شدن وزیر بهداشت توسط آقای احمدی نژاد هست. طبیعی است که ایشان به عنوان رئیس کابینه حق داشته باشن که همکارانشون رو با سلیقه و نظر خودشون هماهنگ بکنن. ناهماهنگی که ظاهرا بین وزیر بهداشت و آقای رئیس جمهور وجود داشته مربوط به علنی شدن اختلافات در اختصاص ارز برای دارو، این ظاهر قضیه، و یک باطنی رو هم میگن در ارتباط با مخالفت خانم وزیر با برکناری آقای باقر لاریجانی از دانشکده پزشکی دانشگاه تهران هست. حالا اصلا من به دلایل کاری ندارم، فقط عرضم اینه که زمانی که صحبت از احتمالاً استعفا یا برکناری وزیر آموزش پرورش شد که خیلی ها هم پیگیری کردن، دلیلی که برای نقض این قضیه آورده شد این بود که در فرصتی که باقی مانده تا پایان دولت، کسی که بتونه عهده‌دار وزارت بشود و سر و سامانی بدهد، برنامه ریزی انجام بدهد، وجود نخواهد داشت و زمان خیلی اندکه تا پایان دولت. به اعتقاد من هم حرف منطقی به نظر می‌رسید تا اینکه عزل وزیر محترم بهداشت پیش آمد و من همش با خودم فکر میکنم که تو این دو سه ماهی که باقی مونده کی قراره که وزیر بهداشت بشه. تازه من از جاهای اطلاع دارم که آقای احمد نژاد به زودی یک وزیر دیگر را هم برکنار خواهند کرد در فرصت یکی دو سه ماهه تا انتخابات و نمیدونم حالا بیشتر از یکی دو سه ماه، 4-5 ماه تا انتخابات و پایان دولت موجود. واقعا آیا اینجور عزل و نصب ها منطقی است؟ اگر منطقی هست چرا در مورد وزیر آموزش پرورش که این همه دلیل و برهان برای برکناریش وجود داشت این اتفاق نیفتاد؟ بالاخره نمیدونم، ما که سیاست مدار نیستیم، حرف فرهنگی زدیم، ولی ظاهرا حرف فرهنگی رو با منطق میشه رد کرد اما حرف سیاسی رو نه. وارد سیاست نمیشیم. من یک سوال در ذهنم پدید آمده که فکر میکنم در ذهن خیلی از شماها هم باشه. میگم آقا محیط اینترنتی ما انقدر محیط روشن فکرانه‌ایه، هممون به همدیگه احترام میذاریم، همدیگه رو لایک میکنیم، برای همدیگه پیامهای عاشقانه و مهر و دوستی میفرستیم، پس چرا جامعهمون اینطوری نیست؟ مگر اونایی که در جامعه هستن همونایی نیستن که در فیسبوک هستن و برعکس؟ پس چرا جامعهمون درست نمیشه؟ حتما باید دلایل منطقی و مهندسی برای این قضیه آورد. ببینید، ما یک ایراد تاریخی داریم از من تا جناب احمدی نژاد. ما هممون مردم رو با ادبیات و فرهنگ لغت خودمون تعریف میکنیم. همونطور که آقای احمدی نژاد فکر میکنه عموم مردم شریف ایران در نارمک زندگی میکنند، من و شما هم تصور میکنیم عموم مردم شریف ایران شبا میان فیسبوک، یا هر متنی که در فیسبوک 30-40 هزار تا لایک بگیره حتما دغدغه اصلی جامعه ایرانی است. غرق شدن در فضای مجازی و ایهامی از واقعیت ها و توهمات رو برای خودمون ساختن و فاصله گرفتن از متن جامعه.
خوشحالم که من با اتوبوس این ور اونور میرم، با تاکسی این ور اونور میرم، پیاده روی میکنم و میدانم که آنچه در فیسبوک میگذرد، با آنچه در جامعه میگذرد، در برخی اوقات، شاید بشه گفت در بسیاری از اوقات، کاملا با هم متفاوتند. این یک نکته. نکته بعدی این که خانم آقایون، ما هر وقت صحبت از مشکلات جامعه میکنیم، انگشت اشاره رو میگیریم به سمت مردم عام. بی سواد نمیفهم. آیا آنان که در فیسبوک هستند و سواد دسترسی به اینترنت و فیسبوک و زندگی شهرنشینی و اینها رو دارند، چه گلی کاشته اند که ما از بی سواد و عام مردم انتظار داشته باشیم؟ چند وقت پیش گفتن دنیا تموم میشه، تقویم مایاها، نوستراداموس، غیره و غیره. ولی خب تموم نشد، طبیعی هم بود که تموم نشه. خب بالاخره فرق است بین واقعیت و شایعه. ایرانی های تحصیل کرده، ایرانی های ساب اینترنت تشریف بردن صفحه ناسا و شرم ملی به پا کردند که به این زودی ها پاک شدنی نیست. من از سر کنجکاوی رفتم ببینم چیکار دارم میکنن بچه فیسبوک در صفحه ناسا، و یک بعد از ظهر تا شب وقت گذاشتم تا پروفایل آدمایی که فوش خار مادر دارن تو صفحه ناسا میمیسن رو برم چک بکنم. همه عکسای پروفایل با فیگورهای روشنفکری، تحصیل کرده دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور، ساکن اروپا، آمریکا. بعد اون موقع دنبال عمه ناسا میگردیم در صفحه ناسا. این فرهنگ فرهیختگان و تحصیل کرده های ایران هست؟ ما فکر میکنیم کسایی که میان فیسبوک دیگه علامه دهرن، باهوشن، IQ های بالا. آقا عکس میذاره میگه که لایک کن، بعد بنویس 33 اینتر رو بزن، این خانمه میخنده. بعد میگه 40,000 نفر این کارو کردن. یعنی این هوشی که ما از قشر فرهیخته و مثلا تحصیل کردمون در فیسبوک سراغ داریم، و آیا با همین هوش، با همین اطلاعات و با همین ادب عام مردم رو به عنوان بی سواد مورد تهمت قرار میدیم که وضعیت جامعه ما به این خاطره که به این خاطر خرابه که مثلا بی سواد زیاده، نمیدونم بی فرهنگ زیاده؟ اگر فرهنگ اینه، هزار باریکلا بی فرهنگی که در بطن جامعه وجود دارد. یا یه کسی میاد توی یک صفحه عمومی یه نظری میمیسه که مخالف نظر شماست، بلا فاصله اون نظر رو پاک میکنیم، اون آدم رو بلاک میکنیم، از صفحمون میندازیم بیرون و حتی حاضر نیستیم طرف نفس بکشه. مثلا ما در این روزهای اخیر دیدم که همه دارن میلاد عیسی مسیح رو، کریسمس رو تبریک میگن. بسیار خوب آقا، میلاد عیسی مسیح هزار بار مبارک، هم بر هم میهنان مسیحی داخل کشور، هم بر همه مردم جهان، همه آدم ها. عیسی مسیح پیامبر بزرگی بوده، پیامبر صلح و آرامش بوده، هزار بار مبارک باشه، اصلا هم ایرادی نیست. اما اگر مسلمونی بیاد بنویسه میلاد پیامبر اسلام مبارک باد، سریع شروع میکنیم مسخره کردن، حذف کردن، دلیل و برهان آوردن، ایشان رو به دوگم بودن و کله داغ بودن متهم کردن. این اون دموکراسی و فرهنگ تحمل عقاید دیگران که خودمون ازش دم میزنیم، که اگر کسی میلاد حضرت محمد رو تبریک گفت قطعا آدم بی کلاسیه، کسی کریسمس و میلاد عیسی مسیح رو تبریک گفت حتما بسیار آدم فرهمند و باشکوهی هست. ما ایرانی ها بین هویت و فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی داریم دست و پا میزنیم و نمیفهمیم کدوم یکی از این هویت ها مال ماست. چارچوبش رو نمیشناسیم، ما رو به اون سبک و سیاق پرورش ندادن و واویلا بر سیستم فرهنگی کشورمون که چنان دفاعی از دین کرده که صد برابر از حمله مخربتر بوده، که در محیط های اینترنتی تحمل نمیشه کسی تبریک یا تسلیت اسلامی بگه، ولی تبریک مسیحی حمله بر
با کلاس بودن و روشن فکر بودن میشود. حالا اگه کسی مثلا زاویه مخالف ما رو داشته باشه، مسلمان معتقدی باشه، بیاد پیام بذاره، دیلیت میکنیم، فوش میدیم بهش و این حرفا. خب اون موقع ما چه فرقی با سیاستمدارهامون داریم؟ اونا هم که دارن همین کار میکنن، وزیر بهداشت، وزیر ایکس وای زد، چون مخالفشون هست بلافاصله دیلیتش میکنن. حالا اونا تازه حقم دارن، رئیس کابینه است، حق داره. من اومدم تو محیط اجتماعی اینترنتی، تحمل نظر مخالف رو ندارم. من بالای صفم نوشتم کامنت هیچ کس رو دیلیت نمیکنم، مگه اینکه توهین کنه و شر درست کنه که خطرناکه حسن. در این فضا من اونجور کامنت ها رو اجازه نمیدم منتشر شه. غیر از این هر کسی مخالف من کامنت بذاره. ما باید تحمل فرهنگ، یعنی فرهنگ تحمل مخالف رو بین همدیگه جا بندازیم، وگرنه این راه که می رویم به هیچ جا نخواهد رسید. محیط فیسبوک رو معیار قرار ندیم برای جامعه. و بچهای فیسبوک، بیایید اصلاح رو از خودمون شروع کنیم و این شرم ملی رو که در صفحه ناسا به پا کردیم حتما یه کاری بکنیم که تکرار نشه. و یه خورده روی بعضی چیزها که واقعا دیگه به لرزه در میاره فرهنگ ایرانی رو بیشتر از اینها کار بکنیم. خیلی ممنونم گوش کردین، طولانی شد میدونم، مخلص.